در زیر این سقف کبود بلبل رو شاخه می سرود، می گفت در این بزم وجود در کنار چشم ورود میونه این دشت قشنگ دهکده زیبایی بود. صبح زود همه با شوق بسیار دست جمع روون بودن سر کار می رفتن به سوی کهشت را، زن و شمی که می پوشیدن صبح تا شیرا رو می دوشیدن، با شادی و شوق بسیار آبا سفید دم خداوند رخش رستم تاج بخش، منزل به منزل تای منازل آمد آمد ببو کجا آمد بچه آمد تا رسید در برابر خیمه کیخسرو، دست ادب به سینه پای عزت جافت ای سودگاه. با شادی و با دلخوشی روز و شبا میگذشت، غرق صفا دهکده بود لبریز گل کودش. آسمون روشن و پاک همش آبی بود، شبای این ده ما چه مهتابی بود، مردمون فارغ از کار همه آسوده، مثل این ده به دنیا دهی کی بوده. بس حکایت از این ده ما سینه به سینه مونده به جا، قصه ها و افسانه ها از حکایت عشق و وفا از محبت پاک اونا مونده قصه ها بهر ما. هنوز بود این ده ما غرق نشاط برق صفا، در کنار چشم ورود تاریک داره دنیای ما، داریم تو این دشت قشنگ یه زندگی بی ریا، یه زندگی بی ریا. بچه ها چرا گریه میکنی؟ آبجی مادرمون باید حالش به هم خورده. آلی گله چی میگی؟ راست میخواد، حالش همیشه بدتر. آه خدای من، دستم و غل کن پیر زن، نمیذارم اون گردن بنده بیفتیش، اون مال دخترم و میخواه گردن دخترم بندازم. دلوز بست برم بخ جمال مماله لیلا خانم عشقه بچه اسم و سر مادر بیچارم چه بلایی آوردی؟ تقصیر من چیه جونم؟ این پیرزن چوب یه دندگی خودشو میخوره. تو با این کارات عاقبتون رو دق کش میکنی. بارا بابا اون خودش مردن یا گناهشو به گردن من نمیده. دست نگرد لیلا خانم برای زوده. نه دخترم تو بیا کنار، نمیتونی با اون در بیافتی. مادر چون حالت چطوری؟ من دارم میمیرم لیلا. نه مادر تو خوب میشی، این فکر رو از سرت بیرون کن. دیشب پدر خدا بیامرزه تو به خواب دیدم، گفت حالا دیگه وقتش رسیده که بیای اینجا پیش من. مادر چون خدا کنی این مرض انقدر به من فرصت بده تا همه حرفامو برا تو بزنم. دخترم من بعد از مرگ پدرت برای اینکه بتونم تو اون خواهر و برادرتو بزرگ کنم زن غلام شدم. غلام اون وقتا مثل حالا الکلی و بی غیرت نبود، تازه از شهر اومده بود، یه تراکتور داشت، خلاصه دستش به دهنش میرسید. آخ مادر جون، لیلا تو باید بعد از من از خواهر و برادرت پرستاری کنی. غلام ناپدریست، غیرتش نداره، به من قول میدی؟ آره مادر قول میدم، ولی برو تو رو به خدا دخترم یادت باشه. بیا بریم علی، بیا. خدا کریم
نه مکی نشناسه ور پریدای بیمرفت الان اصابه تو نمیرسم. نه تو نمیتونی به اونا دست بزنی مگه اینکه اول من رو بکشی. تو رو نمیکشم خوشگله، تو واسبال من باشی. این آرزو رو به گور میبری. ببینیم و تعریف کنیم. آخه این بچه های آتیشباری که قرصه کسی رو تو این دنیا ندارن. تو هم که یه دختری چجوری میتونی از پس مخارجشون بر بیا؟ مگه اینکه با یکی بریزی رو هم اون آدم خوشبخت من باشم. خفش و مرد، تو حق پدری به گردن ما داری. بیخیال این حرف قربون برم. من تا فردا صبح بهت مولد میدم. یا باید جای مادر تو پر کنی و زن من بشی، یا اینکه دست این دوتا رو بگیری و بزنی به چک. من دیگه نمیتونم مفت مجانی خرج شما رو بدم. شبت بخیر، ما رفتیم. درک، بری که بر نگردی. همچی؟ میکردم تا ببینم مادر گور به گوشتتون چه جوری بزرگتون میکنه. مادرم اون با اون دهنه کسیف بد نبرد. آفه خون بگیرین وجبی. آجی حال چطوریه؟ نترس چونم، خدای من بزرگه. اینم خرز پرتتون بزنیم به چاک و جنسا. لعنت بر شیطون. بریم بچه ها، الهی به امیدتون. بیاییم. یه کاری پیدا کنم. تهران شهر بزرگیه. من میتونم خودم رو با آب و آتیش بزنم و یه زندگی راحتی واسه شما روبرا کنم. تهران؟ میخوای بری تهران؟ تو هم ما رو تنها میذاری خواهر. هیچ کس ما رو دوست نداره. اول از همه بابا ما رو گذاشته رفت. بعد مادرم. حالا لیلا میخواد از پیش ما بره. خدایا پس ما تو این دنیا به کی دل خوش کنیم؟ نگله جون، این حرفو نزن. من شما رو دوست دارم. آخه من که تو این دنیا غیر از شما کسی رو ندارم. من هر کاری میکنم واسه راحتی شماست. نمیخوام منت کسی سرتون باشه. آبجی حالا راستی راستی میخوای بری تهران؟ آره علی جون. آخه چرا؟ میخوای بدونی؟ آره. پس گوش کنین. گوش کنین علی جون، من باید برم تهران. چرا داری میری تهران؟ اینجا نمیگیره زندگی ما سامو. پس داری میری تهران؟ آره میرم تهران، گرچه دل من اینجاست، دل من پیش شما. آخه لیلا برای تو دل ما تنشه، از دوری لیلا رو هم با خونه ببنشه. تنها میشین بی من ولی میگذره زندگی تنها که در داوره. با این همه تهرون برم بهتره. چه میخوای داری تهرون؟ اون وقت که داره شب میایه به سهر، اون وقت در دنیا میخنده سهر، همون زمان لیلا میره به سفر. چطوری؟
آبچی رفت برما بالا دیر میشه یالا یالا اون تو بگیر ببینم یه جا بدی بشینم تهرون تهرون این شهر آرزوها تهرون کار کنم میرم بطیار کنم من میرم خوبار کنم شم کار کنم تهرون 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 خیلی شلوغه. اگه دیر به جون بخواد اینا کرده میری زیر ماشین. خیلی مواظب باش. چشم آقا، حواسمو جمع میکنم. برای سفارشتون ممنونم. چطوری هست؟ ساعتون کم نشه، بفرمایید. سلام آقا. سلام، کیو میخواد؟ اینجا راست؟ آره دختر جون، دفتر کارخانه جات شاهروخه، چطور مگه؟ والا من دنبال یه کاری میگردم. میتونم رخشوری کنم، جارو کنم، زمین بشورم، شیشه پاک کنم، آشپزی هم بلدم. دختر جون، منم مثل تو هیچ کارم. اما صاحب اینجا جوون خیلی مهربون و خوشقلبیه. برو پیشش، حتما یه کاری برات پیدا میکنه. کجا؟ ممکنه زود برن. برو تو آسانسور دکمه طبقه پنجم رو فشار بده. با چی برن؟ با آسانسور دختر جون. کاراتون رو فراموش نکنید. بله قربان. من ساعت 5 برمیگردم. اگه کار لازمی پیش اومد به منزل تلفن کنید. مطمئن باشید قربان. جسارتاً عرض میکنم دستور پرداخت مساعده رو که من تقاضا کردم فرمودید. او بدبختانه فراموش کردم. خب عیبی نداره، الان ترتیبشو میدم. بیاد بریم. عجله ندارم قربان، باشه یه وقت دیگه. این همون آقای شاهرخ صاحب شرکت هم دیگه. راستی؟ خب یه کیفو بهش بده. دختر جون، مگه تو نمیخوای بری پیشش تقاضای کار کنی؟ چرا؟ خیلی خب، بعد از ظهر برو منزلش بده بهش، خیلی خوشحال میشه، حتما تقاضای تو رو قبول میکنه. آخه من خونهشو بلد نیستم. من آدرسشو بهت میدم. سلام پدر. سلام پسرم. خسته نباشی. متشکرم پدر. حالتون چطوره؟ به چی فکر میکنی؟ به گذشته ها. به گذشته های افتخارآمیز خانوادمون که دیگه هرگز تجدید نمیشه. من این سوی میفهمم مقصود شما از این افتخارات چیه؟ ما چیزی رو از دست ندادیم پدر.
چرا پسرم؟ یه وقتی بود که اسپرس به خانواده شوکت دیوان پشت خیلی ها رو به لرزه میداخت. یه وقتی زیر دستای ما رو خدای خودشون میدونستن. ولی حالا زمانه عوض شده و ما مجبوریم مثل یک جنگجوی بی اسلحه با زمان کنار بیاییم. پدر، چرا خودتو ناراحت میکنی؟ تو اعصابت خرابه. کاراتو به من سپردی و خونه نشین شدی که استراحت کنی. خواهش میکنم خودتو ناراحت نکن. حق با توه پسرم. من نباید خودمو ناراحت کنم. خب، بگو ببینم، کارا خوب پیش میره؟ آره پدر، بهتر از همیشه. کارگرا همه از من راضین و منم از اونا. چون من برخلاف شما با اونا به ملایمت رفتار میکنم. موفق باشی پسرم. خب من خستم، میرم آپارتمان خودم کمی استراحت کنم. با اجازه شما پدر. برو پسرم، برو. اومده با آقای شاروخ هم. اجازه میفرمایید بیاد خدمت شما؟ از اون طرف آقا تو تالار دست راست سر و وضعتو مرتب کن و برو پیشش. مگه میخوام برم خواستگاری؟ چی میخوایی؟ من میخوام آقای شاهرخ رو ببینم. شاهرخ پسر منه، حرف بزن. این کیف مال آقای شاهرخه، افتاده بود تو آسانسور، من پیداش کردم. ببینم. بفهمی. درسته، کیف شاهرخه. ببینم. چقدر پول از توش برداشتی دختر؟ وا، این چه حرفی آقا؟ من اصلا به هیچ چیزش دست نزدم. بسیار خوب، بیا، اینم انعامت. نه نه، من انعام نمیخوام، واسه خاطر انعام نایمدم. پس چی میخوای؟ هیچی آقا، کیف آورده. خیلی خوب، برو پیکارت، برو پیکارت. ولی آقای شاهرخ. برو، هیچ کار. بله آنی جان. بیا اینجا، این دختر رو به بیرون راه نمایی کن. چشم آنی جان، بفرمید خانم، بفرمید. خدا بلدم. الو؟ آقا شاهرخ؟ بله خانم، خودم هستم، بفرمایید. شما هستید؟ چه خوب؟ با ما فرمایشی دارید؟ آره، آقا ببینم امشب باز داریم با هم بریم تدرسیم. نه خیر خانم، متاسفم، خداحافظ. پسرم، تو کیفتو گم کرده بودی؟ آره آره، کجا بود؟ اونو یه دختر دهاتی آورد، گویا تو آسانسور پیداش کرده بود. درسته، اون دختر قشنگ دهاتی امروز هر جا میرفتم میدیدمش. مثل اینکه دنبال کسی میگشت. حالا کجاست؟ گفتم از منزل بیرونش کردم. چرا پدر؟ شاروخ، تو نباید اشتباهی رو که من در جوانی مرتکب شدم دوباره تکرار کنی. اشتباه؟ مقصودتون چیه پدر؟ دیگه هیچی از من نپرس. فقط همیشه اینو به خاطر داشته باش که تو وارث تمام ثروت و مکنت و افتخارات خانواده بزرگ شوکت دیوانی و باید دختری رو برای خودت انتخاب بکنی که لایق خانواده ما باشه، وگرنه مثل من پشیمون میشی. پدر، من میخوام بدونم اشتباه شما چی بوده، چی کار کردین که بعدا پشیمون شدید؟ فکر میکنی قدرتشو داشته باشی که حقیقتو بشنوی؟ بله پدر، من که دیگه بچه نیستم. پس گوش کن پسرم، وقتی که من به سن و سال تو بودم درست موقعیت تو رو داشتم. مثل تو که امروز تحت تأثیر اون دختره که دهاتی قرار گرفتی، با
یک دختر فقیر ولی زیبا برخورد کردم و بعد از مدتی با هم ازدواج کردیم. وقتی پدرم فهمید منو از خودش روند، از تمام افتخارات خانوادگی محرومم کرد و من مجبور شدم. آره پسرم، از روی اجبار همین که مادرت تو رو به دنیا آورد طلاقش دادم. شوری حالا صورت به یه زر رسیده؟ نه بدونستم همه خاکی خواهشم. خواهش شما دشمن، حرف زیادی هم نزن. گم شو. آدم تو سریع هم میخوره هسته بخوره الهی. میخوام دست درد نکنه دوستم جون. خوب به دادم رسیدی وگرنه خانم پدرمو در میآورد. خانم خدا آوازت بده. سب کن کمکت کنه. نه نه مزاحمت نمیشه. چه مزاحمتی خانم جون؟ من بیکارم. صبح تا حالا خیابونا رو گشت میکنم. بریم. اتفاقا منم دنبال یه دختری مثل تو میگشتم. مادرت نمیتونست خودشو با شرایط خانوادگی ما جور کنه. این طبیعت و نظام اجتماع بود که من از اون جدا کرد. بیچاره مادرم. خدا میدونه که چه روزای سختی رو گذرونده. خدا میدونه که چه روزگار پرمشقتی رو پشت سر گذاشته. پدر، تو رو خدا راست بگو، تو هیچ خبری از مادرم نداری؟ تا 10 سال پیش در شیراز بود. اغلب نامه مینوشت و تقاضا میکرد که بهش اجازه بدم بیاد تو رو ببینه. و تو هم اجازه نمیدادی. پسرم میترسیدم وضع بدتری پیش بیاد. اما از 10 سال پیش به این طرف دیگه از اون خبری ندارم. فقط میدونم از شیراز رفت. من 10 ساله که به شما خدمت میکنم. حالا دیگه نمیتونم به همه کارا برسم. مخصوصا که دختر خانومم دیگه بزرگ شده. بگو ماشاءالله. خدا حفظشون کنه. که اینطور؟ بسیار خوب، من حرفی ندارم که لیلا رو استخدام کنم. ولی مجبورم ماهی 50 تومن از حقوق خود تو رو کسر کنم. باش، هر طور صلاح شماست. ولی من حاضر نیستم که به خاطر من از حقوق شما... ساکت شو دختر. اگه میخوای تو این خونه کار کنی، نباید رو حرف من حرف بزنی. چشم خانم. من خودم بهش یاد میدم که چطور با شما و دختر... این عکس کی؟ شاروخو میگی؟ آره، من اونو میشناسم. راستی؟ بشین ببینم. خب بگو ببینم اون از کجا؟ والله از شما چه پنهون؟ من میخواستم برم تو ادارهشون کار بگیرم. ولی پدرش نذاشت. پدرش؟ بله. ببینم لیلا، تو اونا رو کی دیدی؟ همین روز. چطور مگه؟ پدر شاروخ پیر شده. آره پیر شده. شما اونا رو از کجا میشناسی؟ داستان ما خیلی مفصل دختر جون. شاید یه روزی برات بگم. یا الله، نامحرم کم نباشه، ما که چیزی ندیدیم. سلام خانم پاشه، آبجی جو سلام. سلام، لیلا جو، اون عباس برادر منه. سلام. به به، علیکی سلام با سنگ تمام، خیلی خوش اومدین از حمام. ببینم دختر جون، تو از کدوم قصابی گوشت میخری؟ قصابی؟ مقصودت چیه؟ ده معلومه دیگه، نیست که ماشاءالله ماشاءالله تو خیلی خوشی. منم میخوام برم از همون قصبه گوش بخرم، بلکه این سرپیری یه آب رنگی هم که تو گوش من بود و ببیده. آب جو چرا میخندی؟ لیلا جو ناراحت نشو، برادر من خیلی شوخه. خدا حفظش کنه. من میرم لباس بپوشم. الان برم برو برو. لیلا خانم ایشالله باز خدمت میرسم. آب جو جون معلوم میشه بهتر از من نباشه، دختر خیلی خوبی ها. عباس جان، عباس از پسرم شاروخ چه خبر داری؟ والا خبری که ندارم. پسرم، یکی از دوستان قدیمی به ملاقات ما اومده، خانم زرین. ماشاءالله چقدر بزرگ شده، خدا حفظش کنه. خیلی خوش آمدید. پسرم، خانم زرین خودمونی هستم. شوهر خدا بیامرزش دوست صمیمی من بود. پس چطور من تا حالا افتخار آشنایی با شما رو نداشتم؟ علتش اینه که ما چند سال اروپا بودیم. شاروخ، من دلم میخواد که تو با خانواده زرین رفت آمد بکنی، چون این خانواده از خانواده های محترم و قدیمی تهران هست. بگم که خانم زرین 3 تا دختر خوشگلم داره. خدا بده برکت خانم. مرسی. حتما اگه شوهرتون زنده بودن تا حالا یه کامیون دختر داشتین. اتفاقا دخترای من با شما آشنا هست. راستی؟ بله، فردا نهار تشریف بیارین منزل ما تا خوب اونا رو بشناسین. دخترام حتما از دیدن شما خیلی خوشحال میشن. فردا یادتون داره. صبح بخیر.
پسرم نمیدونی چقدر از دیدنت خوشحال شدم. متشکرم. من از بچگی شما رو میشناختم. فقط این چند سالی که در اروپا بودم خدمتتون رسیدم. یه چیزی میل بفرمایید. پری خانم، زود باشه چیزی برای آقای شاهرخ بیار. خب پسرم خیلی خیلی خوش اومدی. دخترا زود باشین، آقای شاهرخ بیشتر از این منتظر نذارین. پسرم صفا آوردی. واقعا لطف کردی. پری عجله کن. بزرگواری فرمودید آقای شاهرخ. خواهش میکنم میل کنین. چی تا ببین نیست. دخترا چقدر لفتش میدی. زود باشین دیگه. اصلا نمیدونم با چه زبونی شما تشکر کنم. خانم بله مادرم، پدرم دیروز برام گفت که چطور مادر بیچاره رو ترک کرده. ولی من مادر شما رو نمیشناسم. ما همین خبر ازدواج مخفیانه پدرت رو شنیدیم، ولی مادرت رو اصلا ندیدیم. چی بگم والا؟ همه بزرگتره، پس باید بهش سلام کرد. من کلفت جماعت رو میشناسم. به این قوم اگه رو بدیم بدون معطلی سر درست سوارت میشن. خانم اگه خطایی از من سر زده منو ببخشی. خیلی خوب، خودتو به موش مردگی نزن. حالا چرا بایستی؟ برو تو کن، برو دیگه. چشم. وا خدا مرگت بده. ببین چجوری لباس آقای شاهرخ رو کثیف کردی. نظرت میخوام آقا، باور کنی نفهمیدم چی شد. عیبی نداره، ناراحت نشی، چیز مهمی نیست. چطور چیز مهمی نیست؟ اصلا معلوم نیست چه مرگشه. این دخترای 14 ساله وقتی یه مرد رو میبینه دست و پاشو گم میکنه. خانم زهر مار، حالا دیگه تو روی من وای میستی؟ یادت رفته وقتی اومدی خونه من آه نداشتی با ناله صدا کنی؟ به نظرم حالا دیگه شکمت سیر شده که میخوای جواب حرف منم بدی. برو گم شو. سب کنید ببینم، شما از رنج دادن و ناراحت کردن یه پیرزن درمونده و بیپناه چه لذتی میبرید؟ فکر میکنید تأخیر کردن این موجود ضعیفی که بدبختانه زیر دست شما قرار گرفته و تنها گناهش اینه که خداوند او رو فقیر و بیچیز خلق کرده، شخصیت شما رو بالا میبره؟ شاهرخ از خدا بترسید خانم. شما مثل پدر من فکر میکنید که تمام دنیا برای شما ساخته شده. فکر میکنید که هیچ کس دیگه جز شما حق حیات نداره. همه خوشی های دنیا مال شماست. ولی اشتباه میکنید. اگر روزی پول و ثروت شما را ازتون بگیرن، خود شما با این زن بیچاره هیچ فرقی ندارید. فهمیدید؟ پسرم عصبانی نشو. هرچی بود متاسفم خانم. من از آدمایی مثل شما به سختی متنفرم. از پذیرایی گرمتون متشکرم. کجا؟ اینجا کجا؟ من اینجا کار میکنم. فهمیدم دست پیش گرفتی که پس نیفتی. هنوز که چیزی نشده، من تازه اومدم باهات تسویه حساب بکنم. خانم شما رو به خدا دیگه سر به سرم نذارید، بذاریم به بدبختی خودم بمیرم. درک مردی که مردی، به گلی باب دادی که من تا عمر دارم فراموش نمی کنم. تازه حالا میگی سر به سرم نذارید. این چیه؟ عکسی شاهرخ اینجا چیکار میکنه؟ چشمم روشن، پس من اشتباه نکردم. تو عاشق شدی ها؟ نه خانم، این چه حرفیه که میزنی؟ بگو ببینم این عکس از کجا دزدیدی؟ اصلا برای چی اونو پیش خودت نگه داشتی؟ خانم من همینجوری شاهرخ رو دوست دارم. من اونو مثل پسر خودم میدونم. غلط کردی. چه داخل آدم؟ مگه شاهرخ بی کس و کاره که تو اونو مثل پسر خود بفهمه از این شهر بیرونت میکنه؟ به خاک تو سر میشینه. بیا پری خانم، دواتو بخور. چه فایده داره دخترم؟ من با قرص و دوا خوب نمیشم. این چه حرفیه آبجی جون؟ خدا قربونش برم الهی، درد و داده دوارم داره. چی میگی برادر؟ تو که نمیدونی من چه دردی میکشم. اگه اون روز بودی و میدیدی که خانم چجوری منو جلوی پسرم سکه یه پول کرد میفهمید. پسرت؟ پسرت کیه؟ هستو چه پنهون لیلا؟ شاهرخ، همین شاهرخی که همه سر به سینه میزنن پسر من. راست میگی؟ تو مادر شاهرخی؟ مادر حقیقی اون؟ آره دخترم، ماجرای مفصلیه. یه روزی برات میگم، اما تو باید قول بدی که این رازو پیش خودت نگه داری، وگرنه خوشبختی پسرم به خطر میفته. قول میدم. خیالت راحت باشه. تو هم مثل مادر منی که تمام مشقات دنیا رو برای راحتی فرزند داشته. هم عجب روزگاریه. میدونی آبجی جون، به نظر من دیگه موندن تو این خونه صلاح نیست. بیا بریم خونه خودمه. نه نه باز
خودت هم رو گذاشتی، من اینجا بهتر میتونم از حال پسرم با خبر بشم. تو فقط دعا کن حال من زودتر خوب بشه. میترسم خانوم سر صداش در. نه نه تو استراحت. پیش ما جای تو خالی لیلا، دور از تو نداریم حالی لیلا، پیش ما جای تو خالی لیلا. پیش منم همیشه خالی جا تو، پیش منم همیشه خالی جا تو، دعای خیر من نصار را تو، خرجیم با این اومه میفرستم برا تو، خرجیم با میفرستم برا تو. ببین چرخم چه ماماله بگردم به دور لیلا، آخه ما تو این دنیا نداریم به خیر لیلا، مثل لیلا تو این دنیا به خدا نمیشه پیدا. دلم تنگه دلم تنگه به خدا، لیلا جونم چه قشنگه، دلم تنگه دلم تنگه به خدا، لیلا جونم چه قشنگه به خدا. حالا گوش بده به موزیک. همون تو قدم برمیدارم، تو هم قدم برده. خب درست شد، داری یاد میگیری. خب لیلا عزیزم، من تو رو دوست دارم. کی داری میگی خانم جون؟ خانم کیه مادمازل؟ مرد محبوب دختران شهر که از میان تمام زیبارویان تو رو انتخاب کردم. منم؟ آره لیلای من، تو فرشته رویاهای من هستی، من تو رو میپرستم، دوست دارم. خدای من، یعنی ممکنه؟ چرا ممکن نیست عزیزم، عشق مرزی نداره، دهاتی شهری سرش نمیشه. به همین دلیل من از اولین لحظه ای که تو رو دیدم بهت دل باختم. شاهرخ، شاهرخ من، منم تو رو دوست دارم. چی؟ ببینم لیلا، تو هم عاشق شاهرخ هستی؟ نه 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 خانم جون، نه. من فقط داشتم برای شما بازی میکردم خانم. ناراحت نشو، من مثل خواهرام نیستم. اگه راستشو بخوای تو بیشتر از خواهرای من به شاروخ میاد. باور کن راست میگم. نه خانم جون، من یه دختر فقیر و بیکس و کار هستم. من کجا شاروخ خوشگل و محبوب کجا؟ نه نه اینطور نیست، مسئله ازدواج نمیشه همینطور سرسری گرفت پدر. پسرم تو باید کنی؟ تو از تو فرزندی به وجود بیاد و فرزند تو هم باید ازدواج کنه تا بدین ترتیب خانواده بزرگ شوکت دیوان همیشه باقی بمونه. پدر آخه همینطور بی مقدمه که نمیشه تصمیم گرفت. من هنوز هیچ دختری رو برای ازدواج انتخاب نکردم. هر دختری رو که دوست داری انتخاب کن پسرم. خیلی از دخترها آرزو دارن که عروس من و همسر تو بشن. تو محبوبی پسرم، محبوب همه. نه پدر، باور کن این دخترایی که من و تو میشناسیم فقط به خاطر ثروتمون به من اظهار علاقه میکنن. پول و ثروت من محبوب اوناست، نه خود من. پسر عزیز من، این حرفا رو کنار بذار. میدونی چی فکر کردم؟ نه پدر. چرا میخندی؟ هفته آینده یک شب نشینی مجلل در تالار قدیمی، همون جایی که عروسی پدرم برگزار شد و همیشه برای ما شگون داشته، ترتیب میدم و تمام دخترای زیبای شهر رو دعوت میکنم. آه من خودم ترتیبشو میدم. آره. داری چی کار میکنی پدر؟ الان به تمام مردمی که سرشون به تنشون میارزه اطلاع میدم که پسر من، شاهرخ محبوب، تصمیم گرفته ازدواج کنه. مطمئن باش که این خبر مثل توپ تو تمام شهر صدا میکنه.
تهران کیست؟ شهرخ یکی از ثروتمندترین و محبوبترین جوانان تهران ازدواج می‌کند. چی دختره؟ چرا قد ناراحتی؟ چیزی نیست، چیزی نیست پری خانم. اگه چیزی نیست، پس چرا قد دست بوچه‌ای؟ ببینم این روزنامه چیه؟ چی؟ شاروخ به سرم میخواد عروسی کنه. خدای من همیشه آرزو داشتم که عروسم خودم انتخاب کنم. حالا آرزوی هر مادریه که عروسی پسرشو ببین. خدای من چقدر بدبخت. پری خانم چرا اینقدر ناراحتی؟ خدا بزرگه. تو چرا ناراحتی؟ نکنه تو هم شاروخو دوست داری؟ آه نه، نه. چرا؟ من خوب میفهمم دختر جون. تو هم مثل تمام دخترای شهر آرزو داری با پسر من با شاهرخ محبوب ازدواج کنی. اینطور نیست؟ چرا؟ من شاهرخ از جون خودم بیشتر دوست دارم. ولی افسوس که بسه نخور، بسه نخور دختر جون. خدا بزرگی. عجب دنیایی. این تنها یاد بوده پدر شاهرخ. خیلی گرونه. خب معلومه. یا یه رو بفروشش. باز چی؟ بعد برات میگم. حالا عجله کن، باید اونو بفروشی و دو ساعت به غروب مونده اینجا باشی. یه کارایی هست که باید تا شب نشده انجام بدیم. خدا کنه مشتری خوب پیدا کنه. خدا حافظ. پسر خوبم. گیتی، سریا، دلم میخواد برم پیش شاهرخ. آخه مگه من با دیگرون چه فرقی دارم؟ هیچی. فقط از همه دخترها زیباتر و مهربونتری. از اون گذشته این دخترای امروزی فقط به فکر رقص و پارتی و سر و وضع خودشون هستن. نمیتونن پسر منو خوشبخت کنن. ولی تو لیاقتشو داری. برای همینی که من تو رو برای پسرم انتخاب کردم. چی؟ من انتخاب کردی؟ آره دخترم. دیگه لازم نیست گریه کنی. باید هر چی زودتر برای رفتن به منزل شاهرخ حاضر بشی. برم منزل شاهرخ؟ بله دخترم. یعنی من برم اونجا؟ البته. پس کی بره؟ هیچ میفهمی چی داری میگی پری خانوم. آخه با این لباسا، با این ریخت و قیافه، اگه من اونجا آفتابی بشم حالا مظلوم میکنم. من خودم ترتیب همه چیز دادم. نگاه کن، بیاین تو. لباس آبرومند، کفش، کیف، زینتالات و یک آرایشگر که تو رو از این جستی خوشگل تر کنه. خودتون و بهترین راننده با اتومبیل آخرین سیستم در خدمت موتوری حاضر است. بله درسته، منم با شما هم عقیده. راستی متشکرم، خیلی متشکرم. چه نمیگی دو شارخ با من هم عقیده است. این باعث افتخار منه. آرایشش کی تموم میشه؟ همین است خانم. لباس چه حاضر؟ چش خانم. سلام خانم. سرکار لیه خانم زرین. دوشیزه گیتی زرین. دوشیزه سرایا زرین. لیلا دختر جون، امشب تو باید فراموش کنی که یه دختر دهاتی هستی. میدونی دنیای امروز فقط به سر و وضع و لباس آدم اهمیت میده. امشب تو در جلد یکی از متشخصترین خانمای این شهری و باید هر چه میتونی خودتو بگی.
کنم. من خفه. ما اون شب خیلی منتظر شما شدیم، ولی هرچی به در نیاد کردیم شما نمیدیم. جدا معذرت میخوام، آخه میدونیم یه گرفتگی داره. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. بین دخترها کسی رو انتخاب کردی؟ هنوز نه پدر. خب، ناامید نشو. هنوز خیلی ها نایمدم. سلام آقا. سرکار. بله. اسم مورا کدوم؟ اسمم لیلاست. لیلا مادمازل لیلی. بفرمایید. متشکرم آقای شاهرخ. شاهرخ، فقط منو شاهرخ صدا کنید. بفرمایید. سرکار سرگولی، به مهمونی ما خوش اومدید. هر کس شما رو اینجا دعوت کرده کارو به جای کرده. قول میدم یه کادوی ارزنده پیش شما داره. بفرمایید. متشکرم. چه دختر قشنگی؟ بابا کجوش قشنگی؟ دختره یک میدی؟ من از روی خوش بدم اومد. باور نمی‌کردم شاهرخ اینقدر کش سلیقه باشه. بفرمایید خواهش می‌کنم. متشکرم. شما واقعا دختر خوشگلی هستین. چشمای شما خوشگل میبینه. عجیبه که من تا دیده باشی. نه مطمئنم اگه دیده بودم فراموش نمیکردم. من که ممکنه مردی هر چقدرم کج سلیقه باشه شما رو ببینه و فراموشتون کنه. ولی خیلی مرد منو تو جلد خودم دیدن و زود فراموشم کردن. جلد خودتون؟ آره. مقصودتون چیه؟ آخه من یه فرشتم. مامان عقیده چیه؟ تا حالا شاهرخ با هیچ دختری اینقدر گرم نگرفته بود. قیافش خیلی به نظر آشنا میاد. آره انگار منم یه جایی دیدم. منم همینطور. رشو؟ نه نه بسنم. نمیخوای منو با مادمازل آشنا کنی؟ آه چرا پدر؟ ازم پدرم معرفی میکنم. سلام آقا. سلام خانم، خیلی خوش آمدین. ممنونم. دخترم جای تو در منزل ما همیشه خالی بوده. به نظرم جای این لباسا خالی بوده، چون من وقتی لباس خودمو میپوشم هیچ جا جام نیست. دخترم از چی حرف میزنی؟ فکرش نکنین پدر، آخه لیلی یه فرشته است. پیره مردی خرفت و ببین که عقلشو داده دست پسر ابلهش. شرط میبنم که این دختره یک کلک تو پاشه. گفتم نه. خب لیلی جان، کی میتونم خدمت پدرت برسم؟ خدا نکنه به این زودی. چرا دخترم؟ آخه پدرم رفته به یه سفر دور و دراز. اروپا؟ نه دورتر از اون. آمریکا؟ بازم دورتر. اصلا رفته یه جایی که هنوز من و شما نرفتیم. معذرت میخوام، امیدوارم مزاحم نباشم. فکر کردم شاید به وجود یه زن احتیاج داشته باشین که بعضی مسائل زنانه رو مطرح کنه. آخه ما زنها بهتر میتونیم با هم کنار بیاییم، اینطور نیست خانم؟ چرا همینطوره. عزیزم خانم زرینو معرفی میکنم، از آشنایان ما هستن. بله من ایشونو میشناسم. ولی من شما رو به جا نمیارم. نبایدم به جا بیاری، آخه لیلی یه فرشته. فرشته؟ امیدوارم اجنه نباشه. نه من از طایفه شما نیستم. با کمال میل. با اجازه شما. برو دخترم. حضرت خوش باشم. چه دختر نازنینیه. حضرت چه دختر مرموزی. عزیزم فردا میتونم تو رو ببینم؟ میتونم ازت دعوت کنم نهارو با هم بخوری؟ آه نه اصلا حرفشم بزن. آخه من روزا خیلی سرم شلوغه. حتما طرفدارات مزاحمتن. آره آره اونم چه طرفدارایی. جارو رخت چرک بشقاب نشسته دیگه. دیگه چی؟ فاطمه اره. عزیزم هیچ میفهمی چی داره میگی؟ البته که میفهمم. من و دوستان با این اسم همدیگه رو صدا میکنیم که کسی ما رو نشناسه. آه فهمیدم، اینا اسم مستعار دوستانت. آره دیگه. پس اسم مستعار تو چی عزیزم؟ خوب نیست بگم. چرا؟ آخه اگه بگم خندت میگیره. عیبی نداره عزیزم، بگو خواهش میکنم. اون اسم من کلفت دهاتیه. آه چه اسم مفتکیه. آقای شکر دیوان، خب دیگه با اجازه تو مرخص میشه. خیلی خوب، روزا که گرفتاری، بنابراین فردا شب باید بیای منزل ما.
فرد و شب. آره به خاطر تو یه شب نشینی دیگه ترتیب میدم. به یه شب. چه شدی عزیزم؟ که الان نظری مهمونات برن آخه تو زه اول شبی. ما یکی میخواد بره؟ نگاه کن اونا میخواد برن. شب بخیر. شب بخیر. دوان با پدرت خداحافظی میکنن. اینا که آدم نیستن، من از ریختشون بدم میاد. ولی من خوشم میاد. برو جلوشونو بگیر عزیزم به خاطر من. خیلی خوب به خاطر تو حرفی ندارم. کجا رو قطعش ببرید؟ خواهش میکنم بمونید حالا. میشه دیگه. حالا اول شب خواهش میکنم بمونید. علتی نداره که بمونید. شما که سرتون گرمه. عیبی نداره دخترا، به خاطر گل روی شاهرخان یه ساعت دیگه هم میمونیم، اما فقط یک ساعت، چون دختر کوچیکم منظر تنها. خیلی از وقتتون متشکرم. مرسی. لیلی لیلا 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 بگو ببینم بهت خوش گذشت؟ خیلی جات خالی بود پری خانم، نبودی ببین. نمیدونی شاه چقدر من رو پسند داشتی؟ آره معلومه دیگه، شاه رو خوش سریقه است، از قدیم گفتن پسر حلال زاییش میرود بیجون. داشتن از حسادت میترکیدم. شاهرخ فردا شبم به خاطر من یه شب نشینی دیگه میده، منم باید برم. راستی؟ آره. خب دیگه من باید برم زودتر لباسمو عوض کنم. الان مادمازل لیلی بلای دیشبی اومد. عجب دوباره سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. چرا بسید این بفرمایید؟ خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. من خود هم سلام درست نیم. خیلی خوش آمدید. مامان هنوز نیومدی؟ نه خدا کنه زودتر بیاد، میترسم کار از کار بگذره. نه بابا، همینجوری زمزمه میکردم. ولی من مطمئنم که صدای قشنگی داریم، باید برامون بخونیم. اوه باور کن نمیتونم. خوبم میتونیم. چرا خجالت میکشی دخترم؟ رو در حسیلی بذار کنار، من الان به همه خبر میدم که تو برامون میخونی. نه خواهش میکنم آقایه. مادمازل لیلی میخوان برامون هنرنمایی بکنن، به افتخارشون نفت بکنن. آسمونو بابت کام دل ما آید امشب بگر به گوشم آهنگ دلو وقت زیبا به کس ما آسره یا در شب عاشقان شیرین تر از خواب و رویا دست بزن بیا دست بزن که دنیا دروزه غم مخور دیگه غم مخور دلت کم بسوزه دست بزن بیا دست بزن که دنیا دروزه غم مخور دیگه غم مخور دلت کم بسوزه مست از شراب و شاد از جوانی ساغر بده تا بگیرم من شهر دست تو دیگر چه خواهم از زندگانی تا مستم امشب ز جام تو با چشم مست تو مست از شراب و شاد از جوانی ساغر بده تا بگیرم من امشب ز دست تو دیگر چه خواهم از زندگانی تا مستم امشب ز جام تو با چشم مست تو Thank you.
خوشحال و خندون روز و شب ما باشه، دائم تو دنیا زندگی ما شیرین چرایا باشه، همیشه شاد و خوشحال و خندون روز و شب ما باشه، دائم تو دنیا زندگی ما شیرین چرایا باشه. بیاییم پایین بچه ها. زودتر. زود باشی. گوش کنیم بچه ها. خواهرتون لیلا تو همین خونه است. اما نکنه یه وقت اونو نشناسیم. آخه کلاگی سرش گذاشته. خیالت راحت باشه خانم جون. لیلا اگه تو جلد شیرم بره ما میشناسیمش. آره مگه ممکن آدم خواهر خودش رو نشناسه؟ آفرین. خیلی خوب. را بیفتیم بریم تو. ای جاد بیداد پتمون افتاد رو آب. بزن دنده یک بازو حرکت کن. بکن. این مسخره بازی ها چیه خانم؟ اینا کی هست؟ اینا خواهر و برادر عروستون هستن. غیر ممکنه. این داتیا با عروس من هیچ نسبتی ندارن. از خودشون بپرسین. بچه ها مگه لیلا خواهر شما نیست؟ چرا خانم ما یه خواهر به اسم لیلا داریم؟ ممکنه اینطور باشه. ولی عروس من اسمش لیلیه نه لیلا. متاسفانه این دختر دهاتی زیرک سر شما رو شیره مالیده. لیلی همون لیلا کلفت ما و خواهر این بچه هاست. ممکن نیست خانم. این موضوع رو باید ثابت کنید. همین امشب، همین حالا، در حضور همه. لیلی عزیز، من رسما از تو تقاضای ازدواج میکنم. تقاضای ازدواج؟ من باور نمیکنم. باور کن عزیزم، من تو رو میپرستم. خدای من، یعنی ممکنه؟ چرا ممکن نیست عزیزم؟ خدای شکرت، من الان خوشبخت‌ترین دختر روی زمینم. دیگه از تو هیچی نمیخوام، هیچی. خانم ها و آقایون، متاسفانه یکی از خانم ها به ما تهمتی زده که به هیچ وجه تحمل پذیر نیست. این خانم عروس زیبای منو متهم کرده که یک اشرافزاده نیست بلکه یک کلفت فقیر دهاتیه. من از این خانم میخوام که امشب در همینجا یا ادعاشو ثابت کنه تا از عروس من رفع تهمت بشه و یا اینکه برای همیشه از این شهر بره، چون نفوذ من اجازه نمیده زنی که به خانواده من تهمت زده در جوامع اشرافی ظاهر بشه. بفرمایید. بفرمایید خانم. خب بچه ها، حالا خواهر خودتون رو به همه نشون بده. آفرین بچه های خوب. شماها دروغ میگه. خواهر شما در مقابل شما ایستاده. اگه نمیتونید اونو بشناسید من بهتون کمک میکنم. نگاه کنید. اینا هاش، این خواهر شماست. خوب بهش نگاه کنید. نه نه خواهر مادی. ما سرانه میشناسید. بیاییم. گالی. آلی. لیلی. دختره یه. الهی با امید تو برو هر که دیگه چاره ای نداری. بله قصه نخور پسرم، این اتفاق تو زندگی همه میافته. بعد از این سعی کن عاقل باشی. من به کسی اجازه نمیدم با آبرو و حیثیت چندین ساله خانواده من بازی کنه. من اون دختر دیوونه رو به پای میز محاکمه میکشم. من از اون دختر انتقام میگیرم. نه من اونو اینجا فرستادم. پری؟ پری؟ لیلا از تمام این دخترهایی که تو برای پسرمون در نظر گرفتی شایسته تر و زیباتره. آخه شاروخ پسر منم هست. حق دارم برای زندگی آیندهش تصمیم بگیرم. بله منم حق دارم. پدر، اون مادر منه؟ مادر! پسر! پسر! خاطر من
خیلی رنج کشید. مهم نیست پسر. من خوشحالم از اینکه تو دیگه بزرگ شدی و میتونی خودت تصمیم بگیری. لیلا کجاست؟ رفت دنبال خواهر و برادرش. مادر، ما باید هر طور شده پیداش کنیم. من بدون لیلا نمیتونم زندگی کنم. نه، یه دختر دهاتی هم شأن تو نیست. من به هیچ وجه اجازه نمیدم که تو با لیلا ازدواج کنی. بالاخره این زن کار خودشو کرد. اصلا کی به اون اجازه داده که وارد منزل من بشه؟ پدر، تو حق نداری به مادر من توهین کنی. حالا که نمیخوای مادرم تو منزلت بمونه، منم با اون میرم. نه پسرم، من نمیخوام خوشبختی تو رو به هم بزنم. منو فراموش کن. ممکن نیست مادر. من دیگه حتی یک لحظه نمیتونم از تو دور باشم. بیا بریم، بیا از اینجا بریم. سننگ اون هستی، نباید هیچ وقت خودمونو بهش نشون بدیم. خب حالا کجا بریم؟ خدا بزرگ، بیا بریم. گریه کنم. من که دیگه داره بغزم میترکه. قصه نخورید دخترم، من از اول میدونستم که شاهرخ به درد ما نمیخوره. باید برای شما فکر شوهرای جوان و پولدار دیگه ای باشم. شاهرخ هم که باشه دهنسوزی نبود. بریم، بریم جونم. بله، شما؟ نه خیر آقا، یه دفعه که گفتم هم پری از منزل ما رفته، هم لیلا، هر دو از منزل ما رفتن. الو، الو. خب، من پسرم رو میخوام. باید هر طور شده اونو پیدا کنی. مادرش، لیلا، حتی اون بچه ها، همه میتونن خبری از شاهرخ به من بدن. با یکی دو نفر از مستخدمین برین دنبالشون. اطاعت علی. زودتر. چشم. برو دیگه. چشم. عالی جناب. اومدیم بچه ها. نترسید، نترسید، من با شما کاری ندارم. میدونین، من فقط میخوام بدونم شاهرخ کجاست. شاهرخ کیه؟ ما شاهرخ رو نمیشناسیم آقا. از هیچ کی خبر نداریم. بچه ها، علی، گلی، آقا شما رو به خدا به این بچه های بیگناه کاری نداشته باشین. اونا هیچ تقصیری ندارن. خیالت راحت باشه لیلا، من با خودتو کار دارم. آقا من خودم میدونم که کار بدی کردم، میدونم که بی جهت پامو از گلیم خودم درازتر کردم، اما باور کنین دست خودم نیست. من شاهرخ از صمیم قلب دوست دارم.
گوش کن لیلا، اینطور که من تو رو شناختم دختر فهمیده و حسابگری هستی. چون در این حال که میدونی شاروخ لقمه ای تو نیست، باز به اون اظهار عشق میکنی و این نشون میده که بعضی حسابا رو پیش خودت کردی. پس بهتره رک و راست با هم دیگه حرف بزنیم. بگو ببینم چقدر پول میخوای که برای همیشه دست از سر پسر من برداری؟ پول؟ نه آقا، شما اشتباه میکنی. حماقت نکن دختر. 10,000 تومان کافیه؟ پولتونو برای خودتون نگه داری. بسیار خوب، 20,000 تومان. 20,000 تومان برای چک مینویسم. بریم بچه. صبر کن. من کم کم دارم میفهمم که تو از چی داری حرف میزنی. از عشق و احساسات و اینجور چیزا که متاسفانه هیچ کدومش یه پول سیاه ارزش نداره. حالا خوب به حرفای من توجه کن. شاروخ یک عمر در ناز و نعمت به سر برده. همیشه ده ها مستخدم در مقابلش تعظیم کردن. هر وقت هر چی اراده کرده براش فراهم شده. اتومبیل‌های آخرین سیستم، دخترای زیبا، همه گونه وسایل راحتی و سرگرمی و تفریح. اما اگه با تو ازدواج کنه همه اینا رو از دست میده. چون من از ارث محرومش میکنم. هیچی بهش نمیدم. و تو میتونی اون چیزی که من ازش میگیرم بهش پس بدی؟ میتونی خوشبختش کنی؟ میتونی آیندهش رو تأمین کنی؟ نه، نه. پس چرا ولش نمی کنی؟ چرا اصلا راهش نمیری؟ چرا؟ لیلا، اگه تو واقعا شاهرخو دوست داری، باید ترکش کنی. چشم آقا، چشم. من شاهرخو میپرستم. به خاطر خوشبختی اون حاضرم هر کاری که بگید بکنم. حتی اگه خوشبختی اون در مقابل بدبختی من به دست بیاد، من به دنبال بدبختی میرم. بریم بچه ها، برگردیم به ده خودمون. اینجا جای ما نیست. عاشق شده، نمیتونه بدون شاروخ زندگی کنه. بیچاره خواهرمون. هی گونی، میگم چطوره برگردیم شهر؟ شاروخو بیاریم پیش لیلا. فکر میکنی بیاد؟ البته که میاد، شاروخ هم لیلا رو دوست داره. خیلی خوب، پس بیت میشم سیده بگیم. اگه پول داشته اون جور سوا میشدیم. Thank you.
علی، گلی، بچه ها. خوش آمدی پسرم. آخه کجا گذاشتی رفتی؟ پسر که نباید از منزل پدرش قهر کنی. پدر، من اومدم دنبال لیلا. مستخدما گفتن که چند روز پیش لیلا اومده اینجا. درست، اومده بود اینجا. خب، حالا کجاست؟ والا پسرم، عشق تو رو در مقابل پول فروخت. من باور نمی کنم، باور نمی کنم. دروغگو، اون دروغ میگه شاروخان. پدر شما میخواست به لیلا پول داده ولی خواهرم قبول نکرد. بعد جنسا، کی شما رو به اینجا را داده؟ برید گم شید. گوش کن پدر، تو آخرین تلاش خودتو کردی. برای آخرین بار سعی کردی با قدرت پول مقاصد خودتو انجام بدی ولی موفق نشدی. پدر خودم بدونم، تو هیچی نداری، نه پسر، نه خانواده، نه قدرت، نه انسانیت، فقط خودتو، غرورت. آقای شوکت دیوان، حالا که نمیتونی خودتو با زندگی ما جور کنی، بهتره تنها بمونی، هر جور دلت میخواد زندگی. شارخ بسرم بوش کن. پسرتو نیستم، برای همیشه خداحافظ. بریم بچه ها، بریم ده پیش لیلا، ما بهتر به در هم دیگه میخوریم. جون بالاخره هر جا بشه الان بیادش کن بدارم سب داشته باشم بده. آبجی آبجی شواره دو بس باری پدر شوارو دیگه سخت نگیره قربونه دارم داری. سلام علیکم قربان، ایالت بندم. سلام آبوس. باید بیدیم سفار. چرا اومدی اینجا؟ اومدی ببینی من چه جور زندگی میکنم؟ اومدی فقر و بدبختی منو ببینی؟ یا اومدی جلال قدرت خودتو به روخم بکشی؟ نه پری، نه. پس چرا اومدی اینجا؟ نکنه اومدی به من پول بدی و پسرم ازم بخری؟ بذار پاکی رو دستت بریزه. من حاضر نیستم به هیچ قیمتی پسرمو بفروشم. هیچ قدرتی هم نمیتونه پسرمو از من جدا کنه. برو برو پولاتو برای خودت نگه دار. نه پری، من دیگه هیچ چیز ندارم، نه قدرت، نه خانواده و نه پسر. همه چیز من مال تو. من یک عمر در اشتباه بودم، حالا زندگی و مرگ من دست تو. منو ببخش، منو ببخش، برگرد پیش من. بیا بقیه عمرمونو در کنار پسرمون و عروسمون با خوشبختی و خوشی زندگی کنیم. به من عمر دوباره بده، و اگر نه مجبورم دست خودکشی بزنم. تمام فامیل شوهر. خوشبال خودم لیلا، که مادر زن ندارم و لازم نیست ورد بخونم. اوکی جونم، عوضش جونو خواهر زن داده که با حیفه. تو هم کور خوندی جونم. در زنو که از قدیم گفتن نون زیر کبابه، باش برادر زنو بگی یه چیزی.